حتما اسم حافظه های SSD به گوشتون خورده و میدونید SSD ها چی هستن قدیم هارد دیسک وجود داشت و الان SSD ها وجود دارن که حالا دو سه مدل هم SSD وجود داره ولی نکته مثبت و مهم اینها با هارد دیسک ها چیه تفاوت سرعت بسیار بالا تفاوت سرعت فاحشی با هم دیگه دارن ولی همین حافظه SSD که شما دارید میشه سرعتش بیشتر بشه امروز قراره بهتون یاد بدم چجوری میتونید سرعت حافظه های SSD تون رو بالا برید برای اینکه بتونیم این کار رو یاد بگیریم باید با یه تعریف مهم توی حافظه ها به اسم Over پروویژنینگ آشنا بشیم با من امرو باشید سلام من اردشیر کاوینی هستم اینجا چهارای کامتره و همجوری که بهتون گفتم قراره بهتون یاد بدم با یه ترفند یاد بگیریم چجوری سرعت حافظه مون رو بالا ببریم برای اینکه بخوایم به اینجا برسیم باید اول با یه تکنولوژی بسیار مهمی که توی حافظه های SSD استفاده شده به اسم اوور پروویژنینگ آشنا بشیم این بازی رو یادتون میاد نگاش کنید جذاب بود. به این بازی می گفتم 15 square، پازل یا پازل 15 مربعی یادتونه همیشه میگفتیم اگه میشد یه دونه از اینا رو در بیارم دو تا جا خالی داشته باشه چقدر سریعتر بازی انجام میشد یا حتی اگه میشد سه تا چهار تا ایناشو در بیاریم چقدر بازی سریعتر انجام میشد فکر کنید به جای 15 تا خونه پر 8 تا خونش پر باشه خیلی سریع میتونستید این کار انجام بدید حافظه های اس هم عین این عمل میکنن من دارم یه مثال خیلی دم دستی و ساده واسهتون میذارم از لازم علمی نمیخوام صحبت کنم حواسمون باشه سعی میکنم اون جاهایی که بتونم رو ساده کنم واسهتون حافظه های اساسی هم اینجوریان هر چقدر فضای خالی بیشتری برای کار وجود داشته باشه سریعتر میتونم فایل ها رو جابجا کنم و به نتیجه برسم و سرعتشون بالا میره حالا شاید وسطتون سوال پیش بیاد که خب چرا باید مدام اینا رو بردارن جابجا کنم روش نوشتن اطلاعات توی حافظه های SSD به صورت بلوک های چارتایی بلوک های چارتایی حافظه های ننده در از شروع میکنه دیتا رو اونجا نوشتن دوباره مثال ساده بزنم دبستان بعد راهنمایی نمی اول استاد میگفتش پاک چک کن بعد پاک نویس کن این هم همین جوریه دیتا رو اول می نویسه به صورت فرض کنیم چک نویس حالا چک نویس نیست من دارم ساده میگم دیتا رو می نویسه بعد واسه اینکه این دیتا رو بتونه کنار همدیگه بذاره که سرعت فراخونیش بره بالاتر میاد دیتا رو از یه جا پاک میکنه بلوکو میبره یه جای دیگه میشونه تا این کنار همدیگه قرار بگیره به این کار میگن garbage collection یعنی اینکه میاد دیتا به درد نخور و پاک میکنه میذاره یه جای دیگه حالا واسه این که بتونه این جا به جای رو مدام انجام بده لازمه که یه فضای خالی داشته باشه تا بتونه این کارو بکنه مدرسه که میرفتیم معلم معلم خواست بهمون متغیرها رو یاد بده میگفت فرض کن یه دونه لیوان شیر داری یه دونه لیوان آب حویج داری میخوای جای این دوتا رو با هم دیگه عوض کنی میتونی میگفتیم نه میگو ولی اگه یه لیوان سومی بیارم بذارم اینجا میتونی شیر رو بریزی تو این آب رو بریزی اینجا اونو بر گردونی اینجا درسته حالا قضیه همینه توی حافظه های نند شما باید فضای خالی داشته باشید تا بتونه اینا رو مدام جابجا جا بکنه و سرعت بره بالا هر چقدر فضای خالی بیشتری توی حافظه نند شما یعنی از نوع SSD شما وجود داشته باشه شما سریعتر و راحت تر میتونی این کار انجام بدی شاید واسه تون پیش اومده باشه وقتی هاردیس وقتی SSD میخرید حالا تو هاردیسکا اینجوری نیست خیلی تو SSD خیلی مهمه وقتی شما SSD میخرید SSD خالی سرعت کامترت خیلی خوبه SSD که میره شروع میکنه پر شدن شدیدن کامتر افت سرعت پیدا میکنه چرا؟ به خاطر اینکه این فضای ازش گرفته میشه و نمیتونه راحت اینا رو جابجا کنه حالا خب چرا کارخونه فکر نکرده از اول یه فضای خالی رو برای این کار قرار بده کی میگه فکر نکرده فکر اینجا شده دقیقا کرده موقعی که شما میرید هارد دیسک میخرید هارد دیسک دو ترابایت یا یک ترابایت میخرید اگه دقت کرده باشید مثلا یک ترابایت 946 گیگ فضا دارید یا شاید هم 964 اگه اشتباه کنم اشتباه نکنم فضا دارید همین قضیه توی SSD ها هم وجود داره ولی باید حواستون باشه ظرفیت رو توی استورج یا هارد دیسکا ها با ظرفیت رو توی مموری ها ما به دو شکل مختلف می سنجیم توی استوریج ها ظرفیت بر اساس گیگابایت ولی توی مموری ها ظرفیت بر اساس گیبی بایت ذخیره میشه من اینجا واسهتون میذارم ببینید تفاوت مقایسش رو خب همونجور که میبینید یک بیلیون بایت استورج معادل گیگابایت با گیگابایت میسنجیم واحدش چقدر ده به توان نه که میشه یک میلیارد بایت در حالی که یک بیلیون بایت مموری میشه واحدش گیبی بایت و میشه دو به توان سی معادل یک ممیزه هفتاد... یک میلیارد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و چلیه که چهار پس در از همینجور که اینجا میبینید هفت ممیزه سی و هفت درصد فضا خالی در نظر گرفته شده و این فضا به ما اختصاص داده نمیشه دقیقا مثل اون پازل 15 تایی که اگه به جای 15 تا خونه پر 14 تا یا 13 تاش پر بود سریعتر میتونستیم حل کنیم برای اینکه حافظه ای SSD ما سرعت خوبی داشته باشه شرکت سازنده اومده مموری رو در نظر گرفته ولی اون مقدار هفت ممیز سه اضافه رو اصلا به ما نشون نمیده اون مقدار رو برای اوور پروویژنینگ در نظر گرفته که بتونه از اون اوور پروویژنینگ استفاده بکنه و سرعت رو حفظ کنه ولی بازم میبینیم که ما کاهش داریم حالا واسه اینکه بتونیم این کاهش رو حل بکنیم باید چیکار بکنیم قبلش بریم ببینیم توی هر حافظه ای وقتی میریم یه حافظه 128 گیگ 25 256 گیگ میگیریم چقدر دیتامون در نظر گرفته شده واسش و چقدر فضای خالی داریم یه نگاه با هم بندازیم خب همونجور که میبینید یه حالت اوور او پروویژنینگ در نشون میده که تو مارکت گفته میشه یعنی وقتی شما میرید هارد دیسک میخرید هارد دیسکی میخری که 0 درصدش میگه برای اوور پروویژنینگ در نظر گرفته شده 7 درصد 16 درصد یا 28 درصد پس این مقدار اوور پروویژنینگ رو روی هارد دیسک مینویسه این مقداریه که تو مارکت گفته میشه ولی مقدار واقعی چقدره؟ مقدار واقعیش اگر گفته صفر 7 درصده اگه گفته 7، 15 درصده اگه گفته 16، 25 درصده و اگه گفته 28 درصد 37 درصده پس اینو حواسون باشه حالا اگه مثالش مثالشو واقعا ببینیم مثلا وقتی یه دینه SSD 256 گیگ میخرید اگه گفته باشه 0 درصد ما 256 گیگ و گیگو فضا داریم خب و در اصل اون 7 درصد اضافه تر برای اوور پروجنینگ در نظر گرفته. ولی اگه گفته اگر باشه 7 درصد ما فقط 240 گیگش قابل استفاده است. واسمون اگه گفته باشه 16 درصد فقط 220 گیگش قابل استفاده است و اگه گفته باشه 28 درصد فقط 200 گیگابایتش قابل استفاده است. پس جزء یه پارامتر مهمه که موقع خرید هارد باید بهش دقت بکنیم که آقا چقدر از فضای اون هارد قابل استفاده است و این مقدار اوور پروویژنینگ باعث میشه که سرعت کار ما بالاتر بره باید حواسمون به این نکته باشه خب حالا که فهمیدیم اوور پروویژنینگ چیه چطوری میتونیم کاری کنیم سرعت اسستیمون بالا بره قولی که اول کار بتون دادم اگر اس های سامسونگ رو دارید سامسونگ یه نرم افزار مخصوص برای این کار داره که با دانلود کردن اون نرم افزار مخصوص میتونیم اوور پروویژنینگ رو براش تعریف کنیم درصد بدیم بگیم من میخوام انقدر از فضای هارد دیسکم برای این کار در نظر گرفته بشه اگر اس سامسونگ ندارید یه ترفند کوچولو بعدش بهتون یاد میدم اول بریم با SSD سامسونگ این رو یاد بگیریم بحث رو بفهمیم چجوریه بعد بهتون ترفندش رو میگم که اگر SSD تون سامسونگ نیست چیکار کنید من SSD که روی این کامپیوتر دارم EVO 970 پلاس سامسونگ M2 و میخوام برم اول فایلش رو بهتون نشون بدم از کجا دانلود کنید و بعد این کار رو روش انجام بدیم بریم ببینیم خب همونجور که میبینید من اومدم توی سایت سامسونگ و SSD و 970 رو سرچ کردم شما اگه اصلا مدل SSD تو سرچ بکنید این رو به ستون میاره میان پایین همینجا مشخصات کامل این SSD رو نوشته توضیحات کامل و نگاه کنید این نرم افزار سامسونگ مجیشن فکر کنم تلفظشه و میان پایین تر فایل رو برای دانلود گذاشته یه سری چیز برای دانلود برای من گذاشته یه نش... نرم افزار دیتا مایگریشنشه یوزر منوالشه درایورشه و غیره این مجیشن سافت 52 مک فایل که باید اینو دانلود کنید و نصب کنید نصبش هم خیلی ساده است کار نره من از قبل نرم رو نصب کردم ببینید نرم افزار این شکلیه میاد بالا تمام حافظه های منو شناخته من 6 تا هارد دیسک روی این کامپیوتر دارم که هر کدوم جداگونه شناخته فضاشون رو به من نشون میده و اولا اینجا داره دماش رو به من نشون میده چنگ که تا روش نوشته رو داره به من نشون میده اینم خیلی جذابه و سرعت خوندن نوشتن رو داره به من نشون میده روی این میتونم ازش بنچمارک بگیرم از بقیه دیسکام میتونم بنچمارک بگیرم کارای جالبی میکنه ما به کار نداریم ما میریم سراغ اوور پروویژنینگ تنها قابلیت که فعلا میخوام از این نرم بررسی کنیم اوور پروویژنینگ رو میزنم میره چک میکنه ببینه چقدر از این دستگاه برای اوور پروویژنینگ در نظر گرفته شده خب همونجور که میبینید هیچ چیزی رو برای OP در نظر نگرفته این خاموشه الان روشنش میکنم میبینید ولی 465 گیگ فضا داره به من نشون میده 7 درصد رو بر 7 ممیز 3 درصد فضای من رو برای این کار جداگونه در نظر گرفته ولی اون اصلا نشون به من نمیده اون توی ساختار حافظه است یه مقداری از حافظه رو برای این کار گذاشتن کنار که اصلا قابل استفاده نیست چون باید یه سرعتی رو بتونه ساپورت بکنه حالا اگه بخوام این عدد رو خودم بیشتر کنم چیکار میکنم میام اینجا رو کاستم میزنم یه درصدی رو براش در نظر میگیرم مثلا میگم آقا من میخوام 7 درصد بشه یا میخوام مثلا 5 درصد بشه مثلا میگم آقا 7 درصد فضام رو میخوام به عنوان حافظه اوور پروویژنینگ تعریف بکنم 7 درصد اضافه تر set او پی رو میزنم میره چیکار میکنه میره اون مقدار از هارد من رو در نظر میگیره و آن میکنه بذارید همزمان بریم فضولی کنیم که همینجا یاد بگیریم اگه خودمون خواستیم این کار رو بکنیم چه جوری میتونیم بکنیم دیسک منیجمنت رو باز میکنم نا کنید گفتش که تونستم اوکی شد دیسک منیجمنت رو باز میکنم نا کنید اینجا رو 32 گیگ فضا رو آن کرد وقتی آن میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه این فضا برای اوپی در نظر گرفته شد پس هر چقدر از حافظتون رو شما آن بذارید توی SSD برای سو... بالاتر رفتن سرعت در نظر گرفته میشه دقت کنید من رفتم دو سه میلیون تومن پول یه دونه حافظه 500 گیگ SSD دادم 465 گیگ به من تحویل داده و من الان به خاطر اینکه سرعتم بره بالاتر مجبورم یه مقداریشو اوپی کنم بذارم کنار تا سرعتم بره بالاتر واسه اینه که میگم موقع خرید SSD باید حواستون باشه چقدر نیاز دارید و سعی کنید یه ذره بالاتر بگیرید یعنی اگه فکر میکنی آقا همیشه درایو سیت 100 گیگ بوده اوکیه نرو یه حافظه 128 بخری برو یه حافظه 256 بخر به خاطر اینکه بتونی یه مقداریشم به عنوان اوپی در نظر بگیری üzeri kenar ta سرعتت بالاتر بره دقت کنید خیلی هم اینو نمیدونن و هیچ کس این کار رو انجام نمیده فقط جای حرفه‌ایه که ما این رو پیشنهاد میکنیم طرف تونسته هزینه کنه هزینه بالایی کرده سرعت براش خیلی مهمه ما میایم براش اور provisioning تعریف میکنیم و اینو میذاریم کنار اغلب کسایی هم که کار میکنن نمیدونن هیچ وقت نمی کار نمیکنن بعد سرعت سرعتشون کند شده ویندوز عوض میکنن خب ویندوز عوض میکنی در اصل اون هاردر رو خالی میکنی اون درایوشو به جای اینکه رو اینجوری خالی کنی. یه اوور پروویژنینگ بذار کنار اون ویندوز تا ان سال ازش استفاده کن خیلی ها این چیزا رو نمیدونن و مدام ویندوز نصب میکنن که کار اشتباهیه پس طبق این چیزی که یاد گرفتیم میتونیم یه مقداری از حافظمون رو برای برای اوور پروویژنینگ SSD کنار بذاریم حالا نکته مهم اگر سامسونگ نبود چی اگه سامسونگ نبود چی کار میتونیم بکنیم بریم من رو یکی از هارد دیسکام بتون نشون بدم مثلا فرض کنیم که اون SSD خب اینجا رو نگاه کنید این هارد دیسک منه 1863 یه هارد دیسک 2 ترابایت من میخوام مثلا 10 درصد این فضا یا 5 درصد این فضا برای اوور کنار گذاشته باشه کلکولیتر رو باز میکنم مقدارم رو میزنم 1863 ضرب در 5 تقسیم بر 100 93 گیگ رو اگه بذارم کنار یعنی 5 درصد رو برای اوور کنار گذاشتم کافیه بیام اینجا رایت کلیک کنم روی اون هارد دیسکم یا اس اس تی رو هارد دیسک ها به درد نمیخوره این کارو بکنید باید رو اس, اس باشه روی اس, اس رایت کلیک میکنم شرینک والیوم رو میزنم خب اینجا باید اون فضایی که دلم میخواد و بدم من 93 گیگ رو براش در نظر میگیرم شرینک رو میزنم ببینید 90 گیگ رو آن الوکیتد کرد و تقریبا 5 درصد فضا رو خالی گذاشت که اگر این مثلا SSD بود سرعتم بالاتر بره پس به همین راحتی تونستم این یکی حافظم رو همین کار رو باش انجام بدم یعنی حتی اگه سامسونگ هم داشتید نیازی به دانلود کردن این برنامه نیست البته که خب این برنامه کارایی های دیگه ای هم واسهتون داره اگر یه روزی هم خواستید دوباره این فضا رو برگردونید به هاردیسکتون به هر دلیل نیاز دارید یا مثلا حتی مثل این هارد دیسک منه و من نمیخواستم این کار بکنم میخواستم فقط به شما نشون بدم روی کلیک میکنم اکستند والیوم رو میزنم این مقداری که این ورست دوباره برمیگرده بهش نکس رو میزنم و فینیش میبینید که دوباره همون فضا بهش برمیگرده دقت کنید اگه این کار رو درست و با حوصله انجام ندید امکان داره خرابکاری بکنید دا دیلیت والیوم نزنید شیرین فقط بزنید اونورم اکستند رو بزنید دقیقا عین کاری که من انجام دادم من یه ویدیو قبلا دارم تو اون ویدیو طرز کار کردن رو گفتم این محیط آموزشی این رو هم بهتون یاد دادم ویدیو ام بی جی که واسه لینکش رو اینجا میذارم اون ویدیو رو ببینید بهتون یاد دادم چجوری میتونید یه فضای تستی بسازید تو اون فضای تست این کار رو باشه انجام بدید پس به این طریق سرعت اسستیمو رو بالا ببرم امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه اگر از محتواهای این شکلی خوشتون میاد خوشحالم میکنید اگر اون دکمه سابسکرایب بزنید زنگوله بغلش هم بزنید من حدود یک ساله که دارم روی این کانال کار میکنم سعی میکنم محتوای به درد بخور تولید بکنم و خیلی خوشحالم میکنید اگه شما هم از من حمایت بکنید برای حمایت از شارهای کامتر دو تا راه دارید یک اینکه ویدیوهای ما رو برای دوستانتون هم ارسال کنید و اونا رو دعوت کنید بیان توی یوتیوب ویدیوهای ما رو تماشا کنم. راه دوم هم اینه اگر دوست داشتید به صورت داوطلبانه میتونید از لینک ها باش که پایین این ویدیو قرار دادم هر عددی که دوست داشتید از هزار تومن یا یک دلار تا هر عددی که دوست داشتید میتونید به کانال چهارای کامتر کمک کنید امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره و بتونید از طریق اینا خرید هوشمندانه تری انجام بدید کار بیشتری یاد بگیرید و آرزوم اینه که بتونید از کامپیوتر به درآمد خیلی خوب برسید من ادشری کاوینی هستم اینجا چهارای کامپیوتر فعلا خدا نگهدار Altyazı M.K.